برای بررسی بیشتر این اخبار همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. آقای صدرزاده، مذاکرات آتش‌بس در قاهره بار دیگه از سر گرفته شده، اما تفاوت این دور از مذاکرات با ادوار گذشته رو در چی می‌بینید شما؟ نتانیاهو بسیار زیاد شده، هم در درون اسرائیل، هم طور که شما الان گزارش دادید، این تظاهرات بزرگی که دیروز انجام شد قرار هست که در روزهای آینده ادامه پیدا بکنه و تظاهر کنندگان هم اعلام کردن که نتانیاهو جنگ را ادامه میده برای اینکه در قدرت بمانه و با این سیاستش زندگی گروگانها رو در خطر میذاره. به همین علت این فشار که از درون برای نتانیاهو به وجود اومده به اضافه فشارهای بیرونی، نتانیاهو رو مجبور کرده که یک نمایندگی به قاهره بفرسته. همطور که میدونید دفعه قبل امتناع کرده بود، این هیئت نمایندگی هم بعد از صحبت با رؤسای موساد و شنبت، یعنی امنیت داخلی و امنیت خارجی اسرائیل، توافق کرده، چون اونها هم معتقد هستند که بایستی که این مذاکرات رو ادامه بدن. و همونجوری که شما در خبر گفتید، قبل از این شروع مذاکرات هر سه وزیر خارجه اردن و مصر و فرانسه جمع شدند و به هر حال این حرفی که زدن هر سه تاشون برای نتانیاهو حرف گرانی تمام میشه، چون هر سه خواستن که بلافاصله آتش بس اعلام بشه، هر سه گفتن که این وضع ادامه نمیتونه پیدا بکنه. اسرائیل به نحوی مجبور هست به نظرهای مصر و اردن توجه بکنه و فرانسه هم اعلام کرده که یک قطعنامه میخواهد ببره در شورای امنیت سازمان ملل. هایی که اشاره کردیم بر روی دولت اسرائیل وجود داره، چقدر احتمال دستیابی به یک توافق در این دور از مذاکرات وجود داره فکر میکنید؟ فعلا که حماس به طور ظاهری اون خواستهای اصلیشو که غیر قابل مذاکره هست برای نتانیاهو مطرح کرده، یعنی خروج ارتش اسرائیل، بعد برگشتن آوارگان به اونجا و کمک رسانی به مردم غزه. ولی ظاهرا یک تعدیلی هم این اواخر ایجاد شده در موازهشون، اعلام کرده که ما منتظر نتایج از قاهره هستیم که نظر جدیدمون رو اعلام بکنید. از طرف دیگه ظاهرا منابع اسرائیلی گزارش میدن که اسرائیل هم با بازگشت بخشی از آوارگان فلسطین از جنوب آوارگان نوار غزه از جنوب نوار غزه به شمال موافقت کرده. بنابراین مجموعه اینها با توجه به این فشارهایی که در درون علیه نتانیاهو وجود داره و آزادی گروگانها رو میطلبند، بعید نیست که نتانیاهو هم انعطاف بیشتر نشون بده. به همین علت این بار یه مقدار امیدواری محتاطانه تری تا تحلیل‌های قبل وجود داره. متشکرم از توضیحاتتون، علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت.